به شما تبریک میگویم که نام شما در زمره مرزبانان اعتقادی و اخلاقی است. به چه افتخاری از این بالاتر؟ چند نکته درباره حضرت استاد بگم. یکی این که دعوت ایشان به حکمت و موعظه حسنه است و همچنین دوری از تفرقه در دین. همیشه به اصطلاح سعی میکنند که نوعی اخوت و مودت بین افراد، حتی اونهایی که بالاخره با هم اختلاف دارن، به وجود بیان. جوانان بدانند که اسلام دین رحمت است، دین انصاف است، حق است، عدالت است و این در وجود استاد بزرگوار هست و این نیاز امروز جامعه است که استادانی مثل استاد انصاریان در جامعه دیده بشه. بین جامعه اسلامی که مؤمن کامل، مؤمن ضعیف، مؤمن متوسط هستن، وظیفمون وظیفه رحماییه و اگر بشه این مهر و محبت رو از طریق صدا و سیما عمومی بکنیم در کشور که همه عاشق همدیگه زندگی بکنن، یقیناً با تجربه‌ای که خودم دارم بسیاری از مشکلات قابل حل. یکی از ویژگی‌های اساسی این مرد بزرگ عقلانیت انقلابی ایشان است. عقلانیت انقلابی استاد انصاریان نه تنها مردم را به خوب و بد تقسیم نمی‌کند، بلکه نگاه محبت آمیزش همانند خورشید بر همگان، حتی بر آن که به ظاهر از مناسک دینی فاصله گرفته است میتابد. من در این 14 شاهدم که او در بزنگاه‌های سیاسی و وقایع اجتماعی که جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده دچار قبض و بسط یا افراط و تفرید نشده است، چرا که از بن دندان به نظام فکری حضرت امام مبتنی بر اسلام ناب محمدی معتقد است. حاج شیخ حسین انصاریان مردم، رزمنده و هم سنگر دفاع مقدسم، روزتان را تبریک میگویم و دوام توفیقاتتان را از خداوند متعال مسئلت دارم.